درود به شما دوستان خوبم امیدوارم حالتون خوب باشه من احسان هستم سوالات جدید گواهی نامه آلمانی رو با همدیگه ادامه میدیم رسیدیم به سوال 31 از 49 تا سوالی که در به قول من رفتن نیمه اول 2024 اضافه شده سالی دو بار یه سری سوالات اضافه میشه به سوالات گواهینامه که همیشه در دوج پزشکی کار میکنیم هر مقطع زمانی که شما دارید این ویدیو رو مشاهده میکنید بدون اینکه واسه همه ویدیوها رو ببینید حتی اون سالاتی که هر سال اضافه میشن تو سالهای گذشته به اون سالات ثابتی که از چندین سال گذشته بوده همیشه سوالات گواهینامه در دوچ وی کامل و بروزه بسیار خوب بریم سوالات رو با همدیگه مرور بکنیم زیت خانسپوتین میت اینم کلاین خانسپورتا موبل شما با یک کلاین ها از این ماشین های وانت مانند دارید یک سری مبلمان و لوازم منزل و اینها جابجا جا میکنید. Während einer Pause stellen sie fest, dass ein Zehgurt stark beschädigt ist. موقعی که پاوزه کردین حالا یه گوشه وایسادین دارید استراحت میکنید یه هایی میبینید که پی میبرید به این موضوع که اون کمربندی که برای اون سفتن سفت کردن یا نگه داشتن اون مبلومان ها دارید استفاده میکنید شدیدن آسیب دیده اون تا ولچاب بدین اون Sie وای در چه شرایطی شما اجازه دارید که دوباره به مسیرتون ادامه بدید ون ایش اگه من اندقه گی لادونگز میتل اگر که من وسایلی که این بار رو امن میکنه یعنی صف نگه میداره که مناسب این کار باشه استفاده بکنم که درسته مکسیمال 50 کام ها ویتفااق با اگه من با حداکتر 50 کیلومتر بر ساعت به مسیرم ادامه بدم که اشتباه چون بارها الان شله و بهقول ام نیستشان نیست ونیشتدن چهقدر آس که تابه اگه که من اون کمربندی که یا اون بندی که دارم استفاده میکنم که مبللو ما رو باش با نگرداشتم اینو تعویزش بکنم. که گزینه ای درسته خب سوال سی او دو واسه از بایم ترانسپورت فان پدلکس آف آینم هک تراغ سیستیم فی دی انهنگ کوپلونگ تو میگه چه چیزی به این به چه موضوعی توجه کنیم موقعی که داریم یک پدلک رو که پدلک دوست من من در درست این دو چرخه هایی هستن که یه جورای برقی هستن ولی موقعی اون موتور برقیش کار میکنه که شما شروع میکنید به پدال زدن به این میگن پدلک البته به اشتباه ای بایک همه میگن تو جامعه به دوچرخه‌های برقی ولی ای بایک ها گاز دارن یعنی میتونید شما گاز بدین و موتور فعال میشه ولی پدلک که بیشتر دوچرخه هم این مدلی هستن در اصل هست. اینه که موقعی شما پدال رو بزنید اون موتور کم موتور برقی کمک میکنه میگه اینو موقعی که میخواین در پشت ماشین حمل بکنید داستان این هکتراگ سیستم همونایی هستش که پشت ماشینا دیدید نصب میکنن و روش دو جابجا جا میکنن به اونها میگه میگه برای این موضوع به چه چیزی باسی توجه بکنید انهنگ کوپلونگ هم در از اون دیدید پشت ماشین ها یک وسیله هستش که بعضی ماشین ها دارن از این ندارن میتونن نصب بکنن که موقعی که میخواید یه انهنگا وصل بکنید اون دوتا رو به همدیگه وصل میکنید درسته؟ یعنی یه حالت بیوفورمیه که پشت ماشین ها از پایین سپر میاد بیرون که انهنگا میاد توی اون میفته و قفل میکنن یه به چه موضوعی بسید توجه بکنیم فیداس هوه گشویندیشکایت ده پدلکس موس برای ساری فیداس هوه گوشت ده پدلکت موس برای وزن زیاد پدلک ها باید که داز هک سیستم گی زاین اون در از پلتفرمی که یا اون سیستمی که پشت ماشین وصل میشه که دوچرخه میاد روی اون میشینه اون واسه مناسب وزن پدلک باشه یعنی بعضیا سنگین تر هستن یعنی اون در از اون هک سیستم مناسب اون موضوع باشه از Gewicht گویشت پدلکس muss دی شتوتسلاس لاست دیه. انهنگا کپلونگی ایگنت زاین یه به نسبت اون وزنی که اون دوچرخهای برقی یا پدلک ها دارن باستی اون وزنی که عمودی میاد روی اون انهنگا کپلونگی که هستش مناسبش باشه یعنی اون فشار به اون اتصال بین انهنگا کپلونگ و ماشین یه جوری باشه که تحمل بکنه اون وزن رو که منطقیه و آخری میگه غایفن Fülldruck دس PKWs entsprechend angepasst werden. فشار باد لاستیک های ماشین سواری باید بر طبق اینها تنظیم بشه یعنی بر طبق اون وزن سنگینی که داره روش میاد یه هر سه گزینه درست بود سوال بعدی ولچه فونکسیون افیلت دست ایکال سیستم ایم فل اینست شویرن اونفالز میگه سیستم ایکال سیستم یعنی تماس الکترونیکی این سیستم تماس الکترونیکی چه عمل کردی رو باعثی داشته باشه در شرایطی که یک تصادف سنگین اتفاق میفته یا در وقتی که یک تصادف سنگین پیش بیاد داس ایکال سیستم ای با دی این سیستم ایکال سیستم مخابره میکنه به طور اتوماتیکی جایی رو که اون ماشین قرار داره یعنی لوکیشن یا موقعیت ماشین رو اطلاع میده منظور اینه که به نوبت به پلیس یا آتش نشانی و غیره این منظور هستش و بعدی میگه دن سایت دس زمانی که این تصادف اتفاق افتاده هم این موضوع رو هم مخابره میکنه اطلاع میده و گزینه آخر که اشتباس میگه دی فلتزون شواره در پرسونن ایم کرافت سطح مصدومیت یا میزان مصدومیت ما آدم هایی که در این ماشین بودن رو مخابره میکنه که بی ربطه چون کسی اونجا نیستش که چک بکنه سال بعدی این ویل چا زیتواتسیون ایس این منویل آس دس ایکال زیستیمز فوگزین در چه وضعیتی اینکه شما به طور دستی و منوال خاموش بکنید یا غیر فعال بکنید اون سیستم ایکال در نظر گرفته شده ون اینه پزون اینه مدیتسینش نوتفال الائد اگه که کسی که داره همراه شما میاد یک وضعیت استراری پزشکی داره و اون مشکل درست داره و تو بعدی میگه ون من سوگ آین رایفن پنه هته میگه اگه که آدم ماشینش پنچر شده باشه که اشتباس ون ایش اگه که من شاهد یک تصادف شدید باشم یعنی به عنوان شاهد شما اونجا باشید در از این موضوع در نظر گرفته شده که بتونید دستی اون سیستم رو خاموش بکنید یه توضیح کلی هم بدم این ایکال سیستم یک قابلیت جدیده که تو ماشین های جدید اومده یه دکمه یه در از تو ماشین که اگر تصادف یا حادثه پیش بیاد در از با اون دکمه خبر داده میشه به پلیس و در آمبولانس و کمک های استراری و اینها و اونها میان زودتر واسه این اینجا چه چیزی صدق میکنه و درسته رو با هم دیگه نگاه کنیم خب سرعت سی تا و ما داریم میریم از رو, رو همون ماشینه داره میاد درسته و ارزش هم یه مقدار زیاده اون الکاوه ببینیم حالا سوال چی میگه اشتافتن شوتس شترایفن نشت بفارن میگه اون مسیر کناری رو میبینید که جای دو چرخه هستش میگه من اجازه ندارم روی اون مسیر دو چرخه به هیچ عنوان برم که اشتباس چون میبینید خط ممتده و درسته که اولویت با دو ولی در بعضی مواقع ماشین ها میتونن از اونجا استفاده کنن واسه همین گزینه اول غلط بود ich darf den Schutzstreifen befahren nachdem ich durch sorgfältig Verkehrsbeobachtung eine Gefährdung von Radfahrern ausgeschlossen habe میگه من اجازه دارم این مسیر دوچرخه رو برم بعد از اینکه بعد از اینکه کاملا وضعیت ترافیکی یعنی عبور و مرور دوچرخه یا ماشین ها رو کاملا با دقت زیر نظر گرفتم و مطمئن شدم که هیچ خطری دوچرخه سوانا رو تهدید نمیکنه میشه بری روم باند که درسته و بعدی میگه نو زو لانگ بفارن بس امدم دم ال کاوه بین میگه من اجازه دارم این مسیرهای دوچرخه رو استفاده بکنم فقط تا زمانی که من از بغل اون الکاوه رد بشم یعنی یه فضا بنز کافی باشه که رد بشم ولی بعدش دیگه نباید تو اون مسیر دوچرخه بمونید و باید بیاین توی مسیر ماشین ها سال چهار بود زی مشتن اینن انهنگا میت einer طولسیگن گزمت مسه اوبا 750 کیلوگرم mit ihrem PKW شما میخواید که یک انهنگا رو یا اونی که در وصل میشه به ماشین انهنگایی که هستش برای حمل بار و اینها استفاده میشه که وزن کلش بالای 750 کیلوگرم هست رو به پکاوتون یا ماشین سواریتون وصل بکنید واسه موسن زیده به اختن با به چه چیزهایی توجه بکنید که انهنگا دارید پشت ماشینتون نصب میکنید دی بلوشتونگز این انهنگاز منااخم آنکپل ایق فسیونهین überپوفت werden. Aun, uh, تشکیلات اون تشکیلات چراغ های اون انهنگا که در برای انهنگا چون دیده باشید انهنگ هم پشتش چراغ ترمز و چراغ شب و اینا داره درسته میگه این و باعثی بعد از این که به هم نصف کردید، عمل کردش رو چک بکنید یعنی بیاین رو ترمز بگیرید یا چراغ روشن هم بکنید مطمئن بشید که چراغ های اون پشت انهنگاتون هم کار میکنه ده Handgriff ده توک کوگل کپلونگ موس مکانیش اون werden. او اون دستگیره یا دسته این توک کوگل که حالا در اصل اون وسیله هستش که ور میدار انهنگار و به ماشین وصل میکنه و اون دسته شما میدید پایین که اینا به هم دیگه قفل بشن میگه اون بایستی علاوه مکانیکی چک بشه که درست بسته شده باشه و اپتیش هم یعنی علاوه ظاهری هم ببینید که قفل شده و کاملا چفت شدن با هم دیگه که درسته دست ابغایس زایل موس زخ sein. میگه که ابغایس زایل باستی کاملا نصب شده باشه و وصل شده باشه در اصل حالا ابغایس چی هستش موقعی که تصور کنید یه ماشین داری انهنگار رو میکشه موقعی که به هر دلیل این اتصال بین اینا قطع بشه به طور خودکار ترمز انهنگای گرفته میشه درسته این یه چیزی هستش که در آلمان اجباریه پس هر سه گزینه درست بود سوال بعدی میگه زی پیکاوه میت آنیم فول بلادنن آفلاف میگه شما دارید با ماشین سواریتون یک انهنگایی رو میکشید که خودش ترمز داره یه سری انهنگا اینجوری هستش که موقعی که شما ترمز میگیرید ترمز خود انهنگا هم فعال میشه و اونم رو چرخای خودش ترمز میگیره چه بزنده هاید اس تو باختن چه ویژگی های چه موارد خاصی رو شما باید بهش توجه کنید و دقت داشته باشید bei längeren Bergabfahrten kann es zu Überhitzung der Anhängerbremse کامن. موقعی که دارید شما در یک مسافت طولانی سر پایینی دارید میرید از یه تپه مانند تو جاده دارید رو به پایینیت این میتونه که باعث این بشه که بیش از حد ترمز های اون انهنگا داغ بشن که درسته دی آفلاف بغمزه از بای اینا برگ آف میگه وقتی که شما حالا دارین سربالایی میرید دیگه اون ترمز های انهنگای خود انهنگایی که, که ترمز داره دیگه مؤثر نخواهد بود در سربالایی یعنی به شما کمک نمیکنه که درسته Vor dem Trennen der Fahrzeugkombination muss die Feststellbremse des Anhängers angezogen werden. میگه وقت وقتی که اومدین شما جدا بکنید انهنگا رو از ماشینتون هستی که مطمئن باشید که اون ترمز اون تریلر یا انهنگا رو هم میکشید یعنی ترمزش رو در بکشید و در از تر... رو ترمز باشه اون وسیله سوال بعدی واس اس بایم فیورن اینس پیکاویز zu beachten اختن نختم زی انهنگا میگه چه چیزی موقعی که شما میخواید یه ماشین پیکاوه رو برونید بعد از اینکه یک وون انهنگا بهش وصل کردید در از چه چیزی رو بهش توجه کنید وون انهنگا اون خونه های متحرکی است که روی چهار تا چرخه وون موبیل میگم ولی وون موبیل خودش ماشینه یه ولی انهنگایی هم هستش که وون انهنگا باشه یعنی مثل یه خونه است که فقط چار تا چرخ زیرشه که وصل میکنن به ماشین جلویی درست خب حالا میگه که به چیزی باید توجه کنیم میگه دوشتن وون انهنگا فشلش داد زیش داس بشلوی نگونگس فمگن میگه به واسطه اینکه پشت ماشینتون وون انهنگا وصل کردید شتاب گرفتن ماشین توانایی ماشینتون برای شتاب گرفتن ضعیفتر میشه یعنی بدتر میشه درسته دیگه چون بار داره میکشه برای همین ماشین نمیتونه اونجوری شتاب بگیره دوشتن ون آنهنگا فکلاینت زیش د بنوتیکت کوون رادیوس بایم میگه که موقع که ون انهنگا وز کردید کوچکتر میشه اون در پیچ اون شعاعی رو که میخواین بپیچین پیچین بسی رایت کنی کمتر میشه که در از بیشتر میشه چون موقعی شما طول ماشینتون بیشتر میشه باید شعاع بیشتری دور بگیرین که به چرخین درسته یا دور بزنید بر همین این, این گزینه است برعکس در از و میگه فلنگات زیشت اوبهول ویک میگه به واسطه این و اون انهنگایی که پشت ماشینتون وصل کردید مسیر سبقت گرفتنتون هم طولانی میشه درسته دیگه چون ما که سبقت میگیرین طول ماشینتون بیشتر شده مسافت بیشتری رو باید طی بکنین تا سبقتتون کامل بشه سوال بعدی واس بتزایشنت من از طولتیگه نوتسلاست میگه نوتسلاست یا وزن قابل استفاده یا مجاز به چه چیزی گفته میشه دی طولتیگه گزامت به وزن مجاز کل که اشتباه دی maximal zulässige Zuladung به حد اکثر وزن بار اضافه ای که شما حمل میکنید بهش میگن طولسیگه نوتسلاست نوت یعنی وسیله هستش حالا میگه که چقدر شما میتونید روی این وسیله یا این ماشین وزنی بار اضافه کنید و گذنی بعدی هم درسته میگه دی دیفرنس آس طولسیگه گزمت مسه اون لیه مسه اختلاف بین حد اکثر وزن مجاز کل و وزن خالی ماشین درست پس به اون وزن که شما میتونه بار حمل بکنه حالا میتونه نفر باشه یا لوازم باشه میگن طول سیگه نوتسلاست سوال بعدی ویلانگ دافت این فاتو کمبیناتیون بشتند اوز پکاوون انهنگا اونه یوباشتند لادونگ میگه چقدر میتونه طول ترکیبی خود پیکاوه ماشین و انهنگاش باشه بدون اون باری که هنوز بهش نزدن در اصل یعنی فقط صرفا طول پیکاوه و انهنگای شما با همدیگه دیگه حد مج... مجاز چقدر میتونه باشه طولش که جواب 18 متر هستش اونو تو امتحان اینجوری دستی وارد میکنید بله دوستان من 9 تا سوال مونده تو ویدیو بعد با هم دیگه ادامه خواهیم داد تا این ویدیو طولانی نشه اگه ویدیو رو داشتید حتما لایک بکنید و با دوستانتون سوالات گواهینامه آلمانی از دوچ پرزشیوی رو به اشتراک بگذارید تو سالهای گذشته بسیاری از فارسی زبانان تونستن با سوالات گواهینامه ما چون کامل هستش بدونی که نیاز داشته باشن برن سوالات رو بخرند. با همین ویدیوها به راحتی از عهده امتحان بر بیام و گواهی هم بگیرم فراموش نکنید که کلی هم ویدیوهای امتحان شهری گواهینامه در دوچ هست که میتونید از طریق یوتیوب دوچ پرزش تی و همچنین وبسایت ما مشاهده بکنید تا ویدیوهای بعد